شهر مو به هم په خیر او خره خلاص تاسو هر څنګه خبرونه دوام ته هله منده مده خبرونه نه په موټر د مخوند خسته بی بي. او بیلبیل موضوع متوسوړه نکړل د پم وړ مو ګرځیدلې او د خبرون په دې برخه کې هم میلمه دارایو آقای عبدالوهاب اکبری فعال مدنی امروز با ما در برنامه هستند و امروز در رابطه با یکی از موضوعاتی که دامنگیر جامعه ماست دامنگیر تمام کشور با سالهای سال است و به خصوص شرایط که خیلی زیاد شده چالش ها و مشکلات که فراروی جوانان است بیشتر در مورد این موضوع صحبت خواد کردیم که با چی مشکلات اساسی در حال حاضر جوانان ما رو برو هستند و چی باید بکنن جوانان تا خودشان را حداقل از این مشکلات بکشن و چی عوامل باعث شده خوش آمدین سبتون بخیر سلامت باشین سلام عرض ادب دارم خدمت شما بیننده های عزیز امید رو را راستم که یک روز پر از انرژی و صمیمیت را آغاز کرده باشیم بسیار تشکر ان قبل از اینکه برای این بالای موضوع بالای چالش ها و مشکلات بالای شرایط جوانان در اگر در یک کلمه پرسان کنیم که به نظر شما جوانان چی است در نخواست اگر یک مقدمه داشته باشیم جوان عبارت از قشری است که دارای یک سن خاص می باشد کی سن نظر به کشورهای متفاوت فرق میکنه که کشورها به دلایل مختلف جوانها را در سنهای متفاوت رده بندی کرده است <applause> که در افغانستان ما میتونیم از سن 18 تا 35 را جوان بنامیم که خوشبختانه در افغانستان اکثریت نفوس ما را جوان ها تشکیل میدهد که یکی از نسوت های آمریکایی که سروی نمودن در حدود 67 تا فیصد نفوس جمعیت افغانستان را جوان ها تشکیل میدهد پس جوان یعنی نسل آینده کشور جوان یعنی ستون و فقرات یک جامعه بله بس شما شرایط چگونه ارزیابی میکنین بر سکتون فقرات کشور ما بر نسل آینده کشور ما در چی شرایط اینا در حال حاضر قرار دارن با چی مشکلات و با چی چالش های روبرو هستن ببینین با وجود از که ما در دو دهه اخیر با فرصت های زیادی داشتیم فرصت های علمی فرصت های فرهنگی فرصت های سیاسی و اقتصادی که پیشرفت بکنیم اما متاسفانه با وجود از این پیشرفت ها و با وجود از این زمینه ها و فرصت هایی که داشتیم ما نتونستیم آن که باید باشیم آن که باید خوده بسازیم و جامعه خوده بسازیم نتونستیم اگر ما هر زمان به فال نیک ببینیم خوبتر میشه ما اگر فیل حال که تحولات همگی تحولات یک یک که تحولات منحیس یک مشکل به خود میبینن اگر ما تحولات منحیس یک اصل بدانیم چون تحول نظامی تحول سیاسی در یک جامعه اصل شمرده میشد در افغانستان بالخصوص ما یک اصل بدانیم و ای را منحیث یک فال نیک ببینیم و ای را منحص یک فرصت ازش استفاده بکنیم بریم دنبال علم بریم دنبال دانش دنبال ایجاد کردن هم دیگر پذیرو و پذیرفتن همدیگر ما میتونیم که از این مشکلات ها دوری, بکنیم و این مشکلات ها را هم میشه یک فرصت استفاده بکنیم و به تمام دغدغه های که سر رای ما فراروی ما قرار گرفته ما از برای بله واقعا اگر هر مشکل را نقطه قوت خود قرار بتیم بدون شک ما موفق میشیم و از اون مشکل برایم مشخصا به نظر شما در حال حاضر با چی دغدغه های با چی ناراحت های با بو چی بنبست های جوانان کشور ما رو هستن ببینین از و... اگر تاریخ افغانستان بنگریم تا حدی که تاریخ بخوانی متاسفان افغانستان دارای دغدغه های سمتی زبانی سیاسی بوده که تا وقتی که ما همه ما دست به دست هم بدیم و این مشکلات ها را برطرف بکنیم مشکلات های زیادی در افغانستان متاسفانه وجود داره که بل خصوص مشکلات ها دامنگیر جوان ها شده چون اکثریت نفوس ما را جوان ها تشکیل میدهد از شم... من ما میخوایم چند تا ششاره بکنم در قدم نخست جنگ ها و نامنی ها بوده ببینین جنگ های چهار دهه اخیر جنگ های بیشتر از چهل سال جنگ های تحمیلی افغانستان یک از مشکلات های فراروی جوان ها است که جوان ها را روز بر روز رنج میده جوان ها روز بر روز مایوس میشه جوان ها روز بر روز مشکلات های زیادی را به بار میاره مشکلات های جوانان ها زیاد شده روز به روز دومش فقر اقتصادی می باشد ببینین شما بیشتر اشاره کردین فقر اقتصادی دامنگیر جامعه ما شده که فقر همچنان سرمنشه و منشی اصلی جنگ ها می باشد که فقر اقتصادی دامنگیر جوان ها شده که جوانها را اجازه بری نمیده که به تعلیمات خود به مکاتب مراجعه بکنن به تحصیلات مراجعه بکنن که متاسفانه افغانستان دارای پاندون های دولتی است اما آنچنانی ظرفیتی را ندارند که تمامی جوان های افغانستان در اوجا جاگوزین بکنه مم. و جوان ها نیاز به این نشند که با پاندون های شخصی برند پس یک مشکلشان است که نمیتونند به شکل از که در جامعه خود با در پاندون های دولتی باشند در اوجا نمیتونند میرن دنبال از که پاندون شخصی آغاز بکنند پاندون شخصی بدون شک ما میت... میفهمیم که فیس در قبال خود داره دنبال از که رفتیم بدون شک ما نمیتونیم که مشکلات خانواده خود از بین بریم یعنی مشکلات اقتصادی را بالایش غلبه بکنیم چون مشکلات های در افغانستان زیاد است پس در کل ما میبینیم که مشکلات های دامنگیر همه جامی ما شده پس راه حل مبارزه است بله واقعا باید مبارزه بکنیم ولی بعضی خود همو قدرت مبارزه هم گرفته میشه یک مثال خوبش. ما بسته ماندن مکاتب دخترها را هم میتونیم مثال بتیم به نظر شما در این حالت جوان ها چه کارهایی را باید انجام میدن؟ این یک چیز معلوم داره است که تاثیر مگذاره دختران که از بالاتر از سنف شش تا دوازه از مکتب ماندن قشر جوان ما هستن و جوانان جامعه ما هستن که در پیشرفت کشور واقعا تاثیر خود داره به نظر چه کارهایی را باید این قسم یک حالت انجام بدیم و چقدر تاثیر منفی سلامتی بالای یک کشور ببینین اگر ما از بود از ببینیم که طبقه و ناس ما از صنف شش الا 12 از تعلیم و تحصیل باز ماندن ببینین امروزه ما همه دختر خانم ها را میبینیم که به پاهنتون ها میرن اما مکتب که جای ابتدایی است نمیرن ببینین ایره ما میگم دو سال بعد یا یک سال بعد ما در پهنتون دختر را نمیشناسیم و دلیل از که دوره ابتدایی ما اول از مکتب فارغ میشیم بعد از اون دنبال پهنتون میریم متاسفانه کارهای خراب بالای روحی انسان تاثیر خود داشته و می داشته باشه با راهکارهای زیادی ما میتونیم که این مشکلات ها را از بین ببریم در قدم نخواست ببینید خانواده ها مسئول هستند که باید به خاطر رفع مشکلات جوان ها به خاطر رفع مشکلات اعضای خانواده شان و فرزندایشان باید کوشا باشند و کوشش بکنند به خاطر ازی که زمینه برای تعلیم زمینه برای تحصیل فرزندان خود مهیا بسازند و یا رب به خاطر تعلیم و تحصیل تشویق بکنن و در قدم دوم دولت ها مسئول هستند ببینین همیش ما گفتیم همیش میگیم دولت ها مسئول هستند و دولت باید به خاطر ایجاد ایجاد فرصت های کاری ایجاد اشتغال زایی ایجاد ازیه که ما بتانیم به دنبال کار خود باشیم و مش، بالای مشکلات ها غلبه بکنیم با زمینه را برای مساید بسازند مثلا به دنبال ازی باشن که اکثریت جوان ما به های دولت را بیافن و دیگر که خواهش ما است که باید مکاتب دخترانه باز ان شاء الله و بینال در مورد نقش جوانان بر ما بگوین که حالا قسم که شما قبلا گفتین 67 درصد جمعیت کشور ما جوانان تشکیل میده این 67 درصد چقدر تاثیر مثبت را میگذاره بر پیشرفت یک کشور و آبادی یک کشور ببینین اگر ما در یک بود 50% فیصد و 50% فیصد ببینیم 50 فیصد بسیار رول بزرگی خودم می داشته باشه چی برسه به یک 67.3 فیصد نفوس یک جامعه را جوان تشکیل بدهد که خوشبختانه نظر به کشورهای دیگر نفوذ جوان کشور ما زیادتر, هست. زیادتر است و نقش اساسی خودم می داشته باشه جوان نه بلکه هم اقشار جامعه متفل جوان جوان هم اقشار جامعه رول مهم خوده در آبادی و آزادی کشور می داشته باشه که جوان ها به خاطر باید علم و دانش فرا بگیرن برن دنبال همدیگر پذیری همدیگر دیگر خود بپذیرن بالای مشکلات خود غلبه بکنن تا باشد که به یک افغانستان و آزاد و آباد برسیم و ها همچنان ما زمان به یک افغانستان و آزاد آباد میرسیم که همه ما دست به دست هم بدهیم همدیگر پذیر باشیم علم و دانش فرا بگیریم و بریم دنبال ازی هدف ما صرف ساختن خود ما خانواده ما و در کل جامعه ما باشد زمانی که هدف مست و اراده قوی داشتیم بدون شک ما میتونیم به جامعه که خواهانش هستیم و هاروزوی هر افغان است برسیم بدون شک واقعا زمان که ما اتفاق داشتیم همدیگر پذیری داشتیم و زمانی که حکومت با مردم بود و مردم با حکومت بود و زمان است که ما به پیشرفت اصلی و به خوشبختی اصلی ما میرسیم حالا فربارد از این بر ما بگوین بعض خود شرایط میه که جوانو کار خود از دست میتن یا هم میتونه مثال بتیم دختران رو که از مکتب باز ماندن پدران و مادران و خانواده ها چقدر نقش مهم را میتونن داشته باشند در دا بخش ببینین خانواده یک سمبول اساسی در تشکیل جامعه می باشند و با یک سمبول مهم ببینید بی اگر خانواده ها مسئولیت خود بپذیرند در قبال فرزندان خود مثلا با انگیزه و انگیزه و یک هدف مستقیم به فرزندان خود به طبقه و نازبتن و انگیزه وزاره او اونا را نمانن که منفی شود و دنبال از یه حد دقل ما اگر درست از ما شرایط را میپذیریم که دختر خانم ها نمیتونن به مکتب برن حداقل دقل در داخل خانه خود مطالعه کنند کتاب‌های کتاب های خود بخوانند ما میپذیریم مشکلات جامعه خدا درست از به هر حالتی که هست باید بپذیریم و خانواده ها همچنان باید زمینه را ایجاد بکنن به فرزندای خود به همه ایشان ایجاد بکنن و دست یاری دراز بکنن به خانواده خود بله واقعا که خانواده ها در اصل نقش مهم را بازی می کنند زمان که شما میبینین جوانانتان، تان روحی خود از دست اونجا وظیفه شما آغاز میشه که اونا حمایت بکنن با اونا روحیه بتن و حالا قسم که عبدالوهاب جان یادواری کردن میتونن در خانه مطالعه بکنن بعضی از درس ها را در خانه شروع بکنن تا زمانه که به آرزوی خود میرسیم بسیار تشکر از اینکه شما هم تشریف آوردن واقعا ما افتخار میکنیم که جوانان مثل شما را در جامعه خود داریم با قدر انگیزی خوب با قدر انگیزی بالا که حالا بعد دیگه جوانان شما انگیزه مثبت میتن روحیه میتن اگر پیام داشته باشیم به دیگه جوان و هم گفته های از شما باقی مانده باشه میشنوی سلامت باشین پیام به با جامعه ما بالخصوص به با جوانان نسل آینده کشور و نسل نوین افغانستان ای است که هم وطنان دوستان جوانان بیایید که دست به دست هم بدهیم و به خاطر آبادی و آزادی کشور سعی و تلاش بکنیم در این اواخر که متاسف متاسفانه نمیگیم که یک تحول مز... یک تحول سیاسی در جامعه به بار آمده ما یک منحیث یک فرصت بدانیم و همه ما بیایم دنبال هزیه که جامعه ما را بسازیم خود ما را بسازیم و فرار راه حل ندانیم بیایید که پس همه ما دست به دست هم بدیم تا یک افغانستان آزاد آباد و مرفی و بدون دغدغه هایی که فیل حال است بسازیم بله انشالله که همه جوانان ما مثل عبدالوهاب اکبری انگیزه و اهداف بسیار خوب را داشته باشند بسیار تشکر از اینکه تشریف آوردن انشالله که همیشه موفق و سرفراز باشین سلامت باشین تشکر از دعوتتان و از تلویزیون خوبتان سلامت باشین روستان خوش و ما هم میریم به طرف حفیظ امیری که با هم به سطح شهر کابل رفته و گزارش زنده بر ما شما داره با هم میبینیم